با نزدیک شدن اجلاس لهستان به رهبری آمریکا و برای تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه رژیم ایران، شواهد نشون میدن که دیگه تعادل قوای قبلی در اروپا به نفع رژیم ایران حاکم نیست. کشورهای اروپایی علاوه بر دستگیری و محاکمه عوامل اطلاعاتی رژیم ایران، تحریم‌های اقتصادیشون رو هم در دست بررسی دارند. شهر العسل ایرانی اروپایی. فشار کشورهای اروپایی علیه ایران بیشتر شده، ولی در مقابل رژیم ایران لحن خود را نسبت به اروپا سخت تر کرده است. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی رژیم میگوید اروپا در تسهیل تجارت با ایران علیه تحریم‌های آمریکا تأخیر دارد. او میگوید اگر کشورهای اروپایی میدانند که نمیتوانند شرکت‌هایشان را راضی کنند تا با ایران معامله داشته باشند، پس چرا وارد مذاکره با ایران شدند؟ آخرین آمار نشان دهنده کاهش شدید تبادل تجاری میان اروپا و ایران است. در نوامبر سال 2018 تبادلات تجاری میان طرفین به نسبت سال قبل کاهش داشته است. میزان تجارت نیز به 680 میلیون یورو رسیده است. واردات رژیم از اروپا به میزان 55% کاهش یافت و به رقمی معادل 470 میلیون یورو رسیده است. صادرات نفت ایران به اروپا به میزان 84% کاهش یافته، ولی با این حال کشورهای اروپایی هنوز در جنگ منافع درگیرند. در آخرین نشانه ها مقام های اروپایی میگویند اجلاس لهستان را تحریم می کنند. وزارت خارجه آمریکا قصد دارد ماه آینده اجلاسی بین المللی درباره خاورمیانه و با محوریت رژیم ایران برگزار کند. این خبر را مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه روز جمعه 11 ژانویه با شبکه تلویزیون فاکس نیوز اعلام کرد. مایک پومپئو با اعلام اینکه این اجلاس با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف خاورمیانه، آسیا، اروپا و آفریقا طی روزهای 13 و 14 فوریه، 24 و 25 بهمن در لهستان برگزار می شود، افزود تمرکز گفتگوها بر ثبات خاورمیانه، صلح، آزادی و امنیت در منطقه خواهد بود و طی آن اطمینان حاصل می شود تا رژیم ایران دست از اقدامات بی‌ثبات کننده خود در کشورهای خاورمیانه بردارد.